توی این ویدیو میریم سراغ دیوایس بعدی، کامپرسور استاندارد ایبلتون. دقیقا همون پارامترهای گلو کامپرسور هم اینجا داریم، ولی با یه شکل دیگه. خب اینجا ترشهولد رو داریم، اتک و ریلیز، ریشیو، میک اپ گین هم اینجا هست و همچنین اتو میک اپ گین هم اینجا قرار داره. و اون متری که کاهش گین رو به ما نشون میداد اینجا این وسط قرار داره. کامپرسور استاندارد ایبلتون چند تا ویو متفاوت داره. اولین ویو کولاپس ویو هست. دومین ویو ترانسفر کرو هست که یکم جزئیات بیشتری رو به ما نشون میده. در محور ایکس ما اینپوت رو داریم و در محور وای آوتپوت قرار داریم. سومین ویو اکتیویتی ویو نام داره که یک دید تصویری به ما میده. این خط افقی که اینجا قرار داره ترشولد. این بالا هم کاهش گین یا گین ریداکشن رو به ما نشون میده. این قسمت مربوط به مود کامپرسور میشه. این یکی پیک هست و بیشتر به پیک ها و ترانزینت های بلند و تیزی که از ترشهولد عبور میکنه حساسه. بعدی آرمس هست. خب این یکم از پیک کنتر هستش و نسبت به پیک های کوتاه حساس تره و کلن موزیکال تر از مود پیک هستش. میرسیم به اکسپند. خب اکسپند برعکس کامپرسور عمل میکنه، یعنی کامپرسور محدوده داینامیک رو میومد کم میکرد، ولی اکسپند یا اکسپندر باعث افزایش محدوده داینامیک میشه. یعنی زمانی که پیک ها از ترشهولد عبور میکنن، جای این که صداشون کم بشه برعکس زیادتر هم میشه. بذارید بهتون نشون بدم. اینجا هم دو نوع انولوپ داریم، لینیر و لوگاریتمیک، که در مورد لوگاریتمیک کامپرسور نرمتر و شفافتری نسبت به لینیر داریم. خب میریم سراغ پارامتر بعدی به اسم نی یا زانوی. زانوی در واقع به ما میگه که کامپرسور از کجا شروع بشه. اگه یه زانوی سخت داشته باشی مثل این که به زانوی هارد یا هارد نی معروفه، کامپرسور به محض عبور کردن سیگنال از ترشولد شروع به کار میکنه و باعث میشه که سیگنال خیلی سریع کامپرس بشه. در حالتهای نرمتر یا سافت که به سافت نی معروفه، کاهش گین یه مقدار قبلتر از ترشولد شروع میشه، ولی با ریشیوی کمتر از چیزی که تنظیم شده. توی این حالت کاهش گین به نرمی انجام میشه و باعث میشه که یک صدای نرمتری طی کامپرسور ایجاد بشه. پارامتر بعدی لوک هد است. لوک هد باعث میشه که کامپرسور فعالانه تر به سیگنال ما واکنش نشون بده. وقتی لوک هد رو روی 1 میلی ثانیه قرار میدیم، یعنی کامپرسور 1 میلی ثانیه جلوتر از سیگنال فعلی رو داره پردازش میکنه. به عنوان مثال صدای ت یا پ ممکنه ناگهانی و تیز باشه و کامپرسور برای گرفتن اینا کند عمل کنه. پس ما از لوک هد استفاده میکنیم و کامپرسور از چند میلی ثانیه قبلتر روی سیگنال کار میکنه. در نهایت هم مثل گلو کامپرسور اینجا هم ناب درای اند وت رو داریم که باز میتونیم از تکنیک پارالل کامپرشن ازش استفاده کنیم. و اینجا هم آتو ریلیز رو داریم که میذاریم که کامپرسور تصمیم بگیره که زمان ریلیزمون به چه صورت باشه. خب یه فایل بیس من اینجا دارم و یه ترک اینجا که آودیو ما رو بعد از کامپرسور
اینجا رکورد میکنه و تغییرات صدامونو بعد از کامپرسور هم به صورت تصویری میبینیم و میشنم. توی کامپرس کردن صدا، تنظیم کردن اتک و ریلیز یکی از مهمترین قسمت‌های کامپرسور. ما به وسیله اتک و ریلیز حتی میتونیم شکل صدامون هم عوض کنیم. بذارید به صورت تصویری ببینیم. خب همون جور که دیدید اتک اسلو یا فست و ریلیز اسلو و فست چقدر میتونه صدای ما رو تغییر بده. پس این نکته رو باید در نظر داشته باشید که تنظیم کردن اتک و ریلیز خیلی مهم میتونه باشه. البته بعد از چند وقت که تمرین کنید حسابی با این پارامترها آشنا میشید و میتونید که یه تصمیم گیری درستی راجع به صداتون به وسیله کامپرسور انجام. این قسمت هم یه توضیح بهتون بدم، قسمت سایدچین مود هست که یه ویدیو به صورت جداگانه راجع به این قسمت ساخته میشه، پس اصلا نگران این قسمت نباشید. خب اینم از کامپرسور استاندارد ابلتون، امیدوارم که مفید بوده باشه واسه تون. توی ویدیو بعدی میبینمتون.